تهران در حالی از آغاز گام سوم خروج از توافق هسته‌ای خبر داده که تبعات اقتصادی سنگین ناشی از خروج آمریکا از برجام همچنان بر زندگی شهروندان ایران سایه افکنده است. وقتی که اونا پای حرفشون وای نمیسن، ما هم نباید به اونها اطمینان کنیم و از اونها تبعیت کنیم. ما باید کار خودمون رو ببریم جلو، هرچند که این یه بازی‌های سیاسیه که برای خودشون دارن انجام میدن. تنش میان ایران و آمریکا حالا با خروج تدریجی تهران از برجام وارد مرحله تازه‌ای شده و بیمان می‌رود که اروپا نیز موضع سخت‌تری اتخاذ کند. خورده با لج و لج بازی پیش میره. از نظر من اگه یه خورده دوستانه بشه خیلی بهتره. فکر میکنید ماجرا به کجا ختم میشه؟ اگه شرایط به همین منوال پیش بره، من فکر میکنم خیلی بد میشه، به خصوص برای ایران. دو طرف ضربه میبینن تو این ماجرا، ولی ایران بیشترین ضربه رو میبینه. الان هم موقعیت کشور خیلی داغون از نظر اقتصادی، ولی اگه توجه بکنن به خود ملت هم توجه بشه، بیشتر تمرکز روی این نباشه که بخوان با هم لج و لج بازی بکنن و یه خورده به ملت هم توجه بشه، این خیلی خوبه. متاسفانه تنها توجهی که نمیشه فکر میکنم به ملته. به نظر می آید که ایرانی ها از اعلام مرحله تازه کاهش تعهدات برجامی خیلی شگفت زده نشدند، اما این ماجرا برای مابقی جهان متفاوت است. سوالی که جهان را نگران کرده این است: ایران در ادامه این روند چه اقدامی انجام خواهد داد؟ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با حیاتی قلمداد کردن درصد بالای غنی‌سازی اورانیوم برای پیشبرد صنعت هسته‌ای میگوید دولت رو موظف کرده تا سوخت هسته‌ای پیشران‌ها رو تأمین بکنه. بنابراین درصد غنی‌سازی برای استفاده سوخت هسته‌ای در پیشران‌ها بیش از 60%. پس غنی‌سازی بالایی رو ما نیاز داریم. ایران بارها اعلام کرده است که از برنامه هسته‌ای خود تنها در جهت مصارف صنعتی و استفاده صلح‌آمیز بهره می‌برد و بر اساس اعتقادات مذهبی هیچ برنامه‌ای برای دستیابی به سلاح اتمی ندارد. فقط هم هدف ما صلح‌آمیز و صنعتی است. همونجوری که قبلا بارها و بارها اعلام شده و مقام معظم رهبری هم صریح و روشن فتوا صادر کردند که استفاده انرژی هسته‌ای در ساخت سلاح هسته‌ای حرامه. ایران پیشتر در گام دوم کاهش تعهدات برجامی سطح غنی‌سازی خود را به بیش از 3.67% رساند و در گام سوم کلیه محدودیت‌های تحقیق و توسعه را لغو کرد. آنطور که تهران می‌گوید گام چهارم برای خروج از برجام در صورت تأمین نشدن منافع تجاری 2 ماه دیگر کلید خواهد خورد.